برتری دادن هوای نفس بر رضای خدا، اینم یک اشکال وسوسیه. رضای خدا این است، وسوسه میگه نه من دلم پاک نمیشه، دلم میگه دلم، میگیم خدا میگه دلم، به دلم نچسبید. وسواسی دل خودش را و نفس خودش را بر خالق مقدم میذاره. ده، وسواسی ظلم به خودش میکنه، چون وسواسی ظلم به خودش میکنه. وسواسی ها بیده رنجورن، مریضن، هی دستش رو تو آب فرو میکنه، هی آب مصرف میکنه، هی ظلم به خودش میکنه. وسواسی ها بعضی هاشون شهرت طلبن، هر کاری که شما رو تو جامعه با دیگران جدا میکنه میشه گفت شاید حرام باشه. ببینید در رساله مراجع تقلید نوشتن که لباس شهرت حرامه، یعنی من یه لباسی باشم که همه نگاه میکنن این لباس حرام. خب این لباس به خاطر این پشم و پنبه حرامه، پشم و پنبه که گناهی نداره. اگه کسی موتور سواره ولی یه جوری موتور سواری کنه که مردم خیابون نگاش کنه، خب اینم حرامه، چون اینم کار شهرته. لباس شهرت حرامه، پشمه که گناهی نکرده. میخواد بگه کاری کنی که افکار عمومی رو به خودت جلب کنی. تو عروسی این روان بپوشید که همه تو عروسی زنونه یا مردونه همه خونه رو جوری بسازیم که هر که میاد جوری راننده کنیم سوت بکشن. هر کاری که شهرت طلبی توش بشه، خواسته باشیم یه کاری بکنیم که افکار دیگران رو به خودمون جذب کنه. خب وسواسی بنیانگذار یک خط کج در خانه، چون مادر وسواسی ممکنه رو بچهش اثر کنه. همینطور که پدر راننده بچهش هم راننده میشن، پدری که اهل مطالعه ها بچهش هم اهل مطالعه میشن، پدر سیگاری زمینه رو برای سیگاری بچه‌هاش فراهم میکنه، بالاخره مادر وسواسی یا پدر وسواسی هم در نسل سزن میده. من سن سنتم سیعه، روایات داریم میگه کسی یه خط کجی رو ایجاد کرد توی یک خانه یا قبیله یا امتی، هر کس در طول تاریخ از او خط برود گناهش رو هم پا خودش می‌نویسن که دنبال یه خط رفته، هم پا اون بنیانگذار می‌نویسن.